سلام میکنم بهتون. به مجله تصویری سلامتی دکتر نیما خوش اومدید. بیماری های قلبی و عروقی اصلی ترین دلیل مرگ و میر انسان ها در سراسر دنیا هستند. مطمئنم فکرش رو هم نمی کردید که خوابیدنمون بتونه باعث ایجاد و افزایش فشار خون بشه. البته نخوابیدن، خورپف کردن در خواب. بیماری فشار خون یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری های قلبی عروقیه. فشار خون به خصوص اگر کنترل شده نباشه میتونه به سرعت باعث نارسایی قلبمون بشه و حتی باعث بشه به صورت ناگهانی سکته کنیم و از بین بریم. جدیدترین تحقیقی که در مجله نیچر چاپ شده نشون داده خورپف یا خورناس میتونه ریسک ابتلا به بیماری فشار خون رو بیش از 2 برابر افزایش بده. مجله نیچر مجله خیلی معتبر و سختگیریه و آزمایشی که در این مجله چاپ میشه باید بهش اهمیت داد. در این آزمایش 12,000 نفر رو که تعداد خیلی زیادیه به مدت 9 ماه تحت نظر قرار دادن. زیر رخت خواب این افراد دستگاه پیشرفته‌ای رو قرار دادن که میزان خواب و میزان خورپف کردنشون رو اندازه‌گیری می‌کرد. همچنین به هر فرد دستگاه فشار خون خونگی دادن که فشارشون رو روزانه پایش کنن و برای سیستم ارسال کنن. ما تا به حال فکر می‌کردیم خورپف کردن فقط مخل آسایش هم اتاقی‌ها میشه و در کل چیز بی‌ضرریه. منظورم از ما هم مردم عادیه هم پزشکان. اما این آزمایش جدید نشون میده خورپف کردن به صورت منظم میتونه پیشبینی کننده ابتلا به بیماری فشار خون در آینده باشه، وضعیت فعلی فشار خون رو بدتر کنه، دوز داروها رو افزایش بده و کنترل فشار خون رو سخت و سخت‌تر کنه. چه مکانیسمی در بدن باعث میشه خورپف کردن باعث افزایش فشار خونمون بشه؟ مطمئناً مکانیزم‌های مختلفی درگیر هستند، اما یکی از اونها اینه که نرسیدن اکسیژن به مغز به خاطر خورپف کردن باعث کاهش کیفیت خواب میشه و کاهش کیفیت خواب باعث بروز مشکلات زیادی در بدن میشه که یکی از اونها عدم توانایی در کنترل درست فشار خونه. البته اگر خودتون یا عزیزانتون خورپف میکنید لازم نیست وحشت کنید. خورپف کردن چیزی نیست که درمان نداشته باشه. من یک ویدیو کامل راجع به این موضوع ساختم و تغییرات سبک زندگی که باعث میشه کمتر خورپف کنیم رو معرفی کردم و ورزش‌های فیزیوتراپی خیلی خوب و موثری رو توی اون ویدیو معرفی کردم که با این ورزش‌ها میتونید خورپف کردنتون رو به شدت کم کنید و حتی اون رو درمان کنید. لینک این ویدیو رو توی دسکریپشن میذارم، یه سری بهش بزنید. به این نکات که پیشبینی کننده وضعیت سلامتیتون در آینده هستن توجه کنید. اگر سابقه بیماری فشار خون در خانوادتون وجود داره، اگر مشکلات قلبی در بستگان درجه یکتون وجود داره، اگر نگران سلامت آیندهتون هستید، اگر با رعایت تمام نکات و مصرف درست و منظم داروهای فشار خون فشار خونتون خوب کنترل نمیشه، اهمیت دادن به کیفیت خوابتون رو به شدت بهتون توصیه میکنم و اگر خورپف میکنید رعایت نکات ویدیویی که بهتون معرفی کردم به شدت میتونه بهتون کمک کنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک کردن ازش حمایت کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. مرسی که تا آخر با این قسمت مجله سلامتی دکتر نیما همراه بودید. خدا نگهدار.